دوازدهمین روز بهمن ماه برابر با 1 فوریه سال 1331 خورشیدی برابر با 1953 میلادی، ملی شدن شیلات دریای مازندران. تا پیش از این تاریخ صیادان محلی سواحل دریای مازندران در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان مالیات اجازه صید ماهی می گرفتند. در این سال امتیاز صید از طرف دولت ایران به یکی از سرمایه‌داران روسی به نام لیانازوف واگذار شد و این امتیاز تا زمان انقلاب روسیه ادامه یافت. از آن پس دولت شوروی با پرداخت مبلغ 500 هزار ریال در سال به دولت ایران از شیلات بهره برداری می کرد. پس از چند سال اداره شیلات دریای مازندران به شرکتی مختلط که هر دو دولت در سرمایه گذاری و اداره آن سهیم بودند به مدت 25 سال واگذار گردید. با پایان یافتن مدت قرارداد همه اموال منقول و غیر منقول شرکت بین دو طرف تقسیم شد و شرکت مزبور ملی اعلام گردید. از آن پس امور ماهیگیری و بهره برداری در کرانه‌های شمال ایران به دولت ایران واگذار و سازمانی به نام شرکت سهامی شیلات ایران مأمور صید و بهره برداری از دریای مازندران شد. سال 1336 خورشیدی برابر با 1958 میلادی، تأسیس جمهوری متحده عربی بین سوریه و مصر. پس از پایان جنگ سوئز و عقب نشینی نیروهای انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی از خاک مصر، جمال عبدالناصر به عنوان یک رهبر بین المللی در جهان عرب مطرح شد و حیثیت و اعتباری ویژه کسب کرد. این وجهه که توسط رسانه‌ها نیز به آن دامن زده می‌شد، مقوله رهبری جهان عرب و کشورهای جهان سوم به ویژه در آفریقا را مطرح می‌ساخت. در نتیجه سوریه قرارداد اتحاد با مصر را امضا کرد و در جریان رفراندومی جمهوری متحد عربی با شرکت مصر و سوریه شکل رسمی به خود گرفت. آنچه مورد نظر بسیاری از توده‌ها و برخی از نخبگان بود، مسئله وحدت و یک پارچگی در مقابل دشمن مشترک و به ویژه صهیونیسم بود. اما شکل گیری جمهوری عرب به سمت و سوی رفت که شائبه رهبری جمال عبدالناصر و سیادت مصر بر جهان عرب را دامن می‌زد. با تشکیل اولین کابینه مشترک، 14 پست از وزارتخانه‌های مهم در اختیار مصر قرار گرفت و 7 وزارتخانه نیز به سوریه داده شد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، بازگشت آیت الله خمینی به ایران پس از نزدیک به 15 سال دوری از وطن در حالی رخ داد که وی در هواپیما در جواب خبرنگاری که از وی سوال کرد که از این بازگشت چه حسی دارید، تنها به گفتن کلمه هیچ بسنده کرد. و این در حالی بود که مردم مشتاق از ساعتها پیش در خیابانهای اطراف مسیر فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا تجمع کرده بودند تا از آیت الله خمینی استقبال کنند. سرانجام هواپیمای حامل آیت الله خمینی به زمین نشست و وی پس از یک سخنرانی کوتاه در فرودگاه مهرآباد راهی بهشت زهرا شد.